سرخط مهمترین خبرها. بازداشت بیش از 2000 نفر به اتهام جرایم جنایی طی 6 ماه گذشته. فرماندهی پلیس کابل گفت در زمان مشابه 43 نفر در پیوند به قضایای تروریستی نیز بازداشت شده. قبل دی بلابلو جرمونو په تړاو 2210 قضیه درلوده او په تړاو یې 2116 درشتنه نیولې ده. و از سرگیری پروازهای فلای دوبای به کابل، قرار است این شرکت هوایی از ماه آینده روزانه 4 پرواز به کابل داشته باشد. افغانستان ټول نړیوال هوایی ډګرونه فعال دي، په کلی ډول الوتنو ته چمتو دي، د نړیوالو معیارونو مطابق پکې خدمات وړاندې کیږي. نور بهرني شرکتونه به هم افغانستان ته انشاءالله په نږدې راتلونکي کې خپلې الوتنې پیل کړي. سلام بیننده های عزیز، شما را دعوت می نمایم به بسته خبری این ساعت از تلویزیون تمدن. دکتر عبدالکریم اسکندری استاد دانشگاه بود که در مورد حمله نظامیان رژیم اسرائیل به شفاخانه شفا در غزه صحبت میکرد و حال هم ادامه خبرها. فرماندهی پلیس کابل اعلام کرده در 6 ماه گذشته 2136 تن در پیوند به قضایای مختلف جرمی در پایتخت بازداشت شدند. سخنگوی پلیس کابل گفت در این مدت 43 فرد مظنون که گفته می شود اعضای گروه داعشند در پیوند به قضایای مختلف تروریستی بازداشت و به نهادهای مربوطه سپرده شده است. از سوی هم پایتخت نشینان از حکومت می خواهند در تامین امنیت بیشتر از پیش توجه کنند. محمد اسلام بهنوش گزارش می دهد. نشست خبری فرماندهی پلیس کابل، نشستی که در آن گفته شد علارغم چالش ها و مشکلات امنیت نسبت به گذشته بهتر شده. بر بنیاد گزارش فرماندهی پلیس در 6 ماه گذشته 2136 تن در پیوند به قضایای مختلف جرمی هنگام ارتکاب جرم بازداشت شدند. از نزد افراد بازداشت شده چند اراده موتر، سلاح، طلا، پول و موبایل به دست پلیس افتاده و به صاحبانش برگردانده شده. قبل دی بلابلو جرمونو په تړاو 2210 قضیه درلوده او په تړاو یې 2116 درشتنه نیولې ده. دغه نیول شوي اشخاص د قتل، د موټرو او موټرسایکلونو، د غلا، د اموالو اجناسو، د غلا مسله، غلا د شرابو استعمال، فریبکاری، د وسلو قاچاق، کسبرۍ او د یو شمېر نورو جرمونو په تور لاس په لاس نیول شوي دي. او ملي تجارانو او سوداګرو، بلکې د کابل ټول ولس ته د فوره امنیت ډاډ ورکوو. لله الحمد، امنیت سر تاسری په ټول افغانستان کې امنیت تامین دی، د امنیت ډاډ درکوو. بخش دیگر این گزارش به مبارزه با مواد مخدر و تروریسم پرداخته. سخنگوی پلیس کابل به خبرنگاران گفت در پی عملیات های کشفی و اپراتیفی پلیس 43 فرد مظنون که گفته می شود اعضای گروه داعشند در پیوند به رویدادهای تروریستی مختلف بازداشت شدند. به گفته خالد زدران هنوز هم اعضای این گروه به گونه پراکنده وجود دارد و بازداشت خواهند شد. تروریستان که شامل اکثریت هغه کسان دي چې دلته ولس ناحقه ځوروي او غواړي چې دغه د کابل امن چې اوس رامنځته شوی دی دغه بې نظمه کې یا بې امنه کې ویلی شو چې داعش ډله کې دغه کسان شامل وو دمه نیولې دي. موږ تاسو لومړۍ ورځې پرتله اوس د امنیت ډاډ ډېر درکولی شي د کابل. نهادهای امنیتي در حال وعده تامین امنیت به پایتخت نشینان را میدهد که کابل در یک ماه اخیر شاهد دو رویداد تروریستی بود، رویدادهایی که از غیر نظامیان قربانی گرفته و گروه داعش مسئولیت آن را به عهده گرفته است. در سطح شهر هم مردم نسبت به تأمین امنیت و کاهش جرایم جنایی دیدگاه متفاوت دارند. شماری از تأمین امنیت نسبی سخن می‌زنند، اما برخی نگرانند به وجه پس از دو حمله تروریستی اخیر در پایتخت. اوضاع امنیتی نسبت به گذشته خیلی خوب است. گذشته انتحاری هم نسبت دیگه زیاد هم بود، ولی هسته این تیوری هم هسته، دزی هم هسته دیگه. با او اندازه که در وقتی جمهوریت بود، در وقتی سابق بود دیگه نیست. متاسفانه دو حمله تروریستی را که در غرب کابل و در کابل ما در ماه گذشته شاهد بودیم، اذهان عمومی را جراحت‌دار ساختن و خواست ما از حکومتی است، از دولت مردایی است که هرچی بیشتر در تامین امنیت شهروندان و رفاه عامه تلاش بیشتر. با این حال فرماندهی پلیس کابل میگوید همکاری مردم در تأمین امنیت مهم و ضروری است.
ریاست برشنا و شرکت خصوصی افغان انوست نشست مشترکی را با حضور ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر در کابل برگزار کرده. نشست به هدف سرمایه گذاری برای تکمیل پروژه لین انتقالی برق 500 کیلووولت شبرغان دشت الوان راه اندازی شد. ارزش این پروژه 36 میلیون دلار گفته شده که قرار است برق ارزان و با کیفیت تاجیکستان و ازبکستان را به کابل انتقال دهد. شرح این گزارش با زهرا موسوی. پروژه لین برق شبرغان دشت الوان و توسعه سبستشن دشت الوان در سال 2018 میلادی به ارزش 59 میلیون دلار میان برشنا و دو شرکت خصوصی هندی به امضا رسید. قرار بود کار این پروژه از سال 2018 آغاز و تا سال 2020 تکمیل شود. اما تنها 57% آن تکمیل و قرارداد متباقی آن امروز در اینجا به ارزش 36 میلیون دلار میان شرکت برشنا و شرکت خصوصی افغان انوست به امضا رسید. دری دیست اشاره وفی صده چاره پاتی دی سنن انشاءالله دیده دی تکمیل اول لپاره توافقنامه با امضا کیگی. دیده لیکت مزید ظرفیت زر میگاوات دی زر میگاوات برق به ترکمنستان تر دشت الوان سبستیشن پوری به انتقالوی. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی نخست وزیر هم با اشاره به اهمیت بالای صنعت برای پیشرفت یک کشور وجود برق کافی را نیاز مهم دانست و گفت در تلاش است زمینه را برای پیشرفت صنعت کشور فراهم سازد. لاهم امارت حتی کبی چه پهیوات که صنعتی محول تا زمینه از صنعت پر مختق لپرهات دول شرائط مساعد کری. چله جمله څخه یو اټټولو مهم برښنا ده. از طرفی هم مسئولین شرکت خصوصی افغان انوست با اطمینان از تلاش ها جهت تکمیل این پروژه در مدت زمان کوتاه گفتند این پروژه سبب ارزانی برق وارداتی شده، ظرفیت را بالا برده، زمینه کار را فراهم ساخته و 350 میلیون دلار به بودجه حکومت اضافه خواهد کرد. دغه په نتیجه کې به ان شاء الله موږ دغه هیوادوالو ته چې د اوسره روان دي زه ما پیغام ورکړی چې موږ شپږ نیم زره فابریکې لرو په هره فابریکه کې که 15 کسه ونیسو 10 زره کسان ان شاء الله جذبولی شو او دا اوس کار پیش شروع کوو ما خپلو همکارانو ته حتی د میډیا د دقیقې ورته ویلی چې په هر فابریکه 10 فابریکې دي چې 40 کسان هم نیسي ان شاء الله سکتوري او صنعتي او تجارون داخلي او خارجي او خیریه بنسټونه او عام وګړي افغانان چې دوی وکولی شي نن د افغانانو او د افغانستان د ستونزو د مهاجرینو سره همکاري وکړي. با این حال مسئولین از فراهم شدن زمینه کار برای مردم توسط این پروژه و توسعه سبستشن دشت الوان اطمینان داده و گفته 10% این پروژه جهت کاریابی برای مهاجران عودت کننده به کشور اختصاص داده خواهد شد. و در ادامه بیننده چند خبر کوتاه باشید. جنگ اونال سفیر ترکیه در کابل با ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع در مورد روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای دیدار را گفتگو کرد. سفارت ترکیه در کابل این دیدار را مفید عنوان کرده و گفته روابط دو جانبه در این دیدار به بررسی گرفته شد. این در حالی است که چند پیش امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه با سفر به ترکیه با مقام‌های ترکی پیرامون موضوعات مختلف دیدار را گفتگو کرد. قرارداد همکاری تجاری و ترانزیتی میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان امضا شد. وزارت صنعت و تجارت گفته در این سند همکاری بر سر اتصال منطقه‌ای، کاهش هزینه‌های ترانزیت، تسهیلات حمل و نقل، الکترونیکی شدن سامانه‌های گمرکی، تقویت و توسعه نظام بانکی توافق شده است. در این نشست تقویت همگرایی منطقه‌ای از طریق توسعه روابط اقتصادی و تجاری سه‌جانبه و افزایش تسهیلات ترانزیتی تأکید شد.
برنامه جهانی غذا میگوید خشکسالی در افغانستان بحران را برای میلیون ها کشاورز که به جز کشت و زراعت عاید دیگری ندارد به میان آورده است. با گفته این نهاد برخی ولایت های افغانستان از جمله بادغیس از ناحیه خشکسالی به شدت آسیب دیده و محصولات زراعتی کشاورزان کاهش داشته است. پروازهای شرکت هوایی فلای دبی به کابل پس از 2 سال و 4 ماه متوقف صبح امروز دوباره از سر گرفته شد. مسئولان وزارت ترانسپورت و هماهنگی میگویند بعد از تلاش‌ها و فراهم شدن زمینه برای پروازهای بین المللی این شرکت پروازهای خود را به کابل آغاز کرده است. رئیس شورای بازرگان افغان در دبی نیز گفته آغاز دوباره پروازهای این شرکت در کاهش قیمت تیکت و افزایش صادرات میوه تازه و خشک به خارج کشور نقش مهم دارد. فرود نخستین هواپیمای شرکت فلای دبی به میدان هوایی کابل پس از 2 سال و 4 ماه توقف. در نخستین پرواز تعدادی از مسافران صبح امروز از دبی به کابل رسیدند، اقدامی که با استقبال گسترده همراه شده است. د فلای دبی هوایی شرکت لمړنۍ الوتنه وروسته له ډیرو مودو ترسره شوه. د کابل نړیوال هوایی ډګر همدارنګه د افغانستان ټول نړیوال هوایی ډګرونه فعال دي، په کلي ډول الوتنو ته چمتو دي. د نړیوالو معیارونو مطابق پکې خدمات وړاندې کیږي. نور بهرني شرکتونه به هم افغانستان ته انشاءالله په نږدې راتلونکي کې خپلې الوتنه پیل کړي. مسئولان در وزارت ترانسپورت و هوانوردی اعلام کردند شرایط و معیاری بین المللی برای پرواز شرکت های هوایی خارجی فراهم شده و به زودی تعدادی از شرکت های دیگر نیز پروازهای خود را آغاز می کنند. پنگدی وقتو که منصر نورها شرکتون هم تماس کردی چه انشاءالله براتون که وقتی با العربیه او جزیره ایرویس هم پروازونو شروع کی او همداشت ترکش ایرلند نو دا یو لوی پرمختګ ده. که امنیت د میدان دی، که امنیت د وانوردی دی او که مسونیت دی، که هندلینگ دی، که اطفائیه ده، که واشناسی ده، ټول خدمات انشاءالله معیاري دی او د دغه اقدام سره موږ هم دا اقدام کوو انشاءالله چې زموږ میدان مخکې 14 ساعته و د جې په ایسته به 24 ساعته ای. آغاز فعالیت شرکت های هوایی خارجی در کشور با استقبال گرم بازرگانان و مسافران نیز به همراه شده. می گویند با آغاز فعالیت شرکت های خارجی قیمت تکت ها کاهش و زمینه افزایش صادرات به خارج افزایش خواهد یافت. دیمونگا و تاسی دی قندار آنار، دی تگاب آنار، وچ میوه و انزیر با که خیری امارات عربی متحده تزی او گلب طول و ایوادونو تبزی که خیر دا با پول وی دا با انشالله امارات عربی و کابل ترمنز یا پول وی چلا نڑی سرم مونک لی. قرار است شرکت فلای دبی در ماه جاری روزانه 2 پرواز و در ماه آینده روزانه 4 پرواز به کابل داشته باشد. در پی بازگشت صدها هزار مهاجر افغان از پاکستان نگرانی ها نسبت به وضعیت این خانواده ها افزایش یافته است. شهروندان از حکومت می خواهند برای مهاجرینی که از پاکستان به کشور برگشته اند زمینه کار و سرپناه مد نظر بگیرند. در این حال مسئولان در ریاست نساجی ولایت بغلان اعلام کرده برخی مهاجرینی که تازه به کشور برگشته اند در این ریاست جذب و استخدام شده اند. بازگشت مهاجرین افغان از پاکستان، روندی که از 2 هفته پیش آغاز و تا کنون ادامه دارد. بنابر آمارهای سازمان ملل در جریان 2 ماه گذشته، بیش از 327 هزار مهاجر افغان از پاکستان برگشتند. عودت کنندگان که فشار بر حکومت و نهادهای کمک رسان را به خاطر رسیدگی به نیازهایشان بیشتر کرده. از ایجاد سرپناه گرفته تا سایر نیازهای اولیه. دولت برای جا زمینه کار ما ساید بکنه، بودو باش از جای برشان بتن که یاد اقران زندگی خوب بکنن. خواست ما از دولت درباره مهاجرین نیست که برشان زمینه کار ما ساید کنه، دیگه یکم جای باشه که برشان بودو باش دیگه زندگی کنن آرام. دیگه ما خوش میشیم که از کشور بیگانه که در کشور خود ما بین دیگه برای خود ما کار کنن، در وطن خود ما باشن خوبه. محمد علی جمشیدی نزدیک به 2 ماه است که همراه با خانواده‌اش به کشور برگشته و حالا در شهر پلخمری مرکز بغلان در یک خانه کرایی زندگی می کند. او از حکومت می خواهد برای حل مشکلات عودت کنندگان گام های جدی بردارند،
از جمله ایجاد شغل و سرپناه. سر چوک میریم، از اونجا کس ده صد روپم نمیبره، پس میاییم لبخوش دیگه اینجا میاییم، دیگه چاره نیست، بازم دیگه خدا گفتم میشینیم. از دولت خود اینم تقاضا را دارم که همیشه از سر مهاجرین خود، سر مردم خود زحمت بکشه و کمک های خود برسانه. همزمان مسئولان در ریاست نساجی ولایت بغلان برای جذب مهاجران در دستگاه نساجی افغان پل خمری اعلام آمادگی کرده و گفتند شماری در این ریاست به کار گماشته شدند. ما نهایتا سعی کوشش خود میکنیم که چون در حالت ترمیم هستیم به کارگر ضرورت داریم، مطابق ضرورت خود از این به بعد کوشش میکنیم که جلب مهاجرین داشته باشیم. و تقریبا حدود یک هفته میشه که اینمی پروسه‌ای که شروع شده، ما شاهد چند تا از کارگرای هستیم که جلب کردیم، فعلا همان کار میکنند در ریاست نساجی. این در حالی است که به تازگی هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل نیز وضعیت مهاجرین برگشته از پاکستان را نگران کننده خوانده و گفته آنان به کمک های فوری بشردوستانه نیاز دارند. منابع صحی در ولایت بامیان از افزایش ولادت‌های قبل از وقت در این ولایت خبر می‌دهند. بر اساس آمارها 15 تا 25 درصد ولادت‌ها در شفاخانه ولایتی بامیان قبل از وقت بوده، اما برعکس آمار مرگ و میر مادران نزدیک به صفر رسیده است. افزایش آمار ولادت‌های قبل از وقت در ولایت بامیان و این هم کودکانی که قبل از وقت متولد شدند و در شفاخانه ولایتی بامیان در بخش ویژه نگهداری می شوند. بر اساس آمارهای ثبت شده 15 تا 25 درصد ولادت ها در شفاخانه ولایتی بامیان قبل از وقت بوده است. در مقابل میزان مرگ و میر مادران در این مرکز صحی نزدیک به صفر رسیده است. حدود 800 ولادت در شفاخانه صورت گرفتند که از جمله ازی آمار متاسفانه ما 5 واقعه فوتی در نزد خانم ها هم داشتیم که نظر به آماری که ما حساب بکنیم تقریبا 0.2%، یعنی کمتر از 1% میزان وفیات است که الحمدلله یک دستاورد خوب است در شفاخانه ولایتی بامیان. اما یکی از چالش هایی که وجود داره هنوز هم متاسفانه ولادت های قبل از وقت هستند. عدم رعایت توصیه های صحی، دسترسی نداشتن به آب صحی و انجام کارهای شاقه توسط مادران از عوامل ولادت های قبل از وقت گفته شده است. یکی مسائل آب است که در اینجا آب صحی نمی باشه، زیادتر مادر بسن میگه که امراض طرق بولی تناسلی دارن، مثلا میگن که یوتی های میگیم از نظر تبابر و اینا می باشه، و دیگه ای که اینا کارهای شاقه میکنن، کارهای شاقه میکنن، مثلا زیادتر مردم فرشویی و لباسشویی و آوردنشون از جوی و از دریا هسته. از سوی هم باشندگان بامیان از وضعیت ارائه خدمات صحی در این ولایت راضی هن، اما می گوین فقر اقتصادی سبب شوی برخی بیماری ها در بین مردم شده. اقتصاد که بزن از مردم ضعیف هسته، بینی می جمعیم دیگه سپرد خدا پرتم میکنیم، من دوایی شده و از دکترها بسیار رضا هسته. تماما خدماتشون بسیار به شکل معیاری و استاندارد خیلی با رویه خوب با پیشانی باز پذیرفته می شود. بر اساس آمارها از آغاز سال میلادی تا کنون 25,000 بیمار ولادی در شفاخانه ولایتی بامیان جهت معاینه و درمان مراجعه کردند و 1,800 ولادت در این مرکز درمانی صورت گرفته. کار ساخت یک جاده در شهر قندهار که دو سرک مهم دارالمعلمین و جاده بایپاس را با هم وصل می کند امروز چهارشنبه افتتاح شد. گفته شده این پروژه به مدت 200 روز کاری و به ارزش 20 میلیون افغانی تکمیل می شود. این جاده فرعی در ناحیه چهارم شهر قندهار که دو سرک مهم منطقه دارالمعلمین و جاده بایپاس را با هم وصل می کند. جاده‌ای که با ساخت آن ازدحام در این منطقه به گونه چشمگیر کاهش خواهد یافت. گفته شده این سرک 800 متر طول دارد و به ارزش 25 میلیون افغانی از بودجه انکشاف شهرداری قندهار تکمیل خواهد شد. خوشتونه که چه در شهرند پر اوسایی را ولو نو یو دغه سرک دی چشاش کلم استملاک کوم پکشه و که یو جوری جوم در خیره یو د جبله د کرچه سرک دی چاغم د یخ کاریز سره وسلیږي هغه مون پر نږدې ورځ کې افتتاح. شهردار قندهار از آغاز سال جاری تا کنون 125 میلیون افغانی از بودجه انکشافی خود را به مصرف رسانده.
در ده ها پروژه که برخی آن تکمیل و شماری هم زیر کار است. پروژه د انکشافی پلان پر اساس باندې د تیر مالی کال اوسنی مالی کال چې روان دی موږ 125 میلیون افغانۍ په انکشافی پلان کې مصرف کړی دي. 215 میلیون افغانۍ فعلاً اوس تر ساختماني چارې جریان لري چې هغه ټول په مختلفو دغه کې دي برخو کې دي. باشندگان قندهار نیز با استقبال از راه اندازی این گونه پروژه ها می گویند با ساخت این سرک بسیاری از مشکلات آنان حل خواهد شد. بر مشکلات دا و چنمو کوشنیان پژی می کی در مکتب و در مدرسه رسید اس و د من به ولار و او به ولار و یخ بو نس من سر نس من جری په دی به د دوړو د لاس په په خونه کې به دوړي ګرځیدل ډیر انسان کې شي شکر دی ختمت بنی مخ کی چره ترو خت دې دې پر دې ذکر پر خت یو انسان نه سو چر نه موټرن چر دې رسوله ای چه نه سو چر دې نه. این همه در حالی است که شهرداری کابل نیز در سال روان موفق شده ده ها پروژه انکشافی را در پایتخت تطبیق کند، از جمله چندین جاده اتصالی در نواحی مختلف. و حالا هم پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 16-1، بامیان آفتابی 13-3، جلال آباد آفتابی 25-8، غزنی آفتابی 15-0، قندهار نیمه ابری 25-9. قندوز آفتابی 24-7، لشکرگاه نیمه ابری 27-12، مزار شریف آفتابی 24-10، نیلی نیمه ابری 17-3، هرات نیمه ابری 27-13. اسلام آباد نیمه ابری 25-14، تهران نیمه ابری 21-11، دبی ابری 31-25، دهلی آفتابی 27-15 و سرانجام مکه نیمه ابری 33-22. در پایان مروری دوباره به سرخط مهمترین خبرها. بازداشت بیش از 2000 نفر به اتهام جرایم جنایی طی 6 ماه گذشته. فرماندهی پلیس کابل گفت در زمان مشابه 43 نفر در پیوند به قضایای تروریستی نیز بازداشت شده. قبل د بلابلو جرمونو په تړاو 2210 قضیه درلوده او په تړاو 2116 تنه نیولې. و از سرگیری پروازهای فلای دبی به کابل، قرار است این شرکت هوایی از ماه آینده روزانه 4 پرواز به کابل داشته باشد. افغانستان ټول نړیوال هوایی ډګرونه فعال دي، په کلی ډول الوتنو ته چمتو دي، د نړیوالو معیارونو مطابق پکې خدمات وړاندې کیږي. نور بهرني شرکتونه به هم افغانستان ته ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې خپل الوتنې پیل کړي. بیننده های عزیز، این بسته خبری این ساعت بود که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر.